نمایشی بحث برانگیز با عنوان واقعیت دروغ دایانا در لندن به روی صحنه رفته است. جان کامبی، نویسنده نمایشنامه از کتاب پرونده دایانا چه کسی پرنسس دایانا را کشت، نوشته جان مورگان، روزنامه‌نگار بریتانیایی الهام گرفته است. به نظرم اکنون موقع گفتن داستان است. فکر می‌کنم بریتانیایی‌ها در سال‌های اخیر اعتمادشان را در تشکیلات سلطنتی از دست دادند. آنها شاهد محاکمه پرونده‌هایی بودند که سست‌تر از شواهد حادثه دایانا بود. بررسی دوباره پرونده هیلزبرو نشان داد که می‌توان صحت تحقیقات قبلی را نقض کرد. می‌خواهم همین را در مورد پرونده دایانا ببینم. دایانا در سال 1996 میلادی از پرنس چارلز جدا شد و یک سال بعد همراه دودی فاید معشوقش در یک حادثه رانندگی در پاریس کشته شد. نمایشنامه واقعیت دروغ دایانا تئوری توته را دوباره مطرح می کند. تئوری که از طرف پدر دودی فاید نیز ارائه شده بود. ما در یک جامعه دموکراتیک زندگی می کنیم و می توانیم این پرسش ها را مطرح کنیم و شواهد موجود را باید در نظر بگیریم. به نظرم این موضوع دیر یا زود مطرح می شود، زیرا بازجویی های دوباره بسیاری انجام شده و واقعیت ها برملا شده است. این پرونده کی بررسی خواهد شد؟ این عضو مجلس میگوید مردم باید اجازه داشته باشند در چارچوب قانون آنچه را دوست دارند بنویسند. من آمدم تا یک تولید هنری ببینم. بهتر است پس از پایان نمایش نظرم را بپرسید. این تئاتر و هنر است، چیزی که ما را بسیار خوب انجام می‌دهیم. یکی از حاضرین نیز میگوید دموکراسی آزادی بیان است و هیچ کس فراتر از قانون نیست. پس اگر تحقیقات به درستی انجام نشده است، شاید باید اکنون دوباره واقعه را بررسی کرد. واقعیت دروغ دایانا تا اواسط ماه فوریه در تئاتر چارینگ کراس در لندن به نمایش درمی‌آید.